<applause> <inhibitor> بسم الله الرحمن الرحیم شاگردان نهایت عزیز دوستان گرامی امروز ما و شما میخوایم دواره از بزنیم که چگونه میتونیم یک نام فارسی رو به انگلیسی نشته کنیم. در اینجا حرف صدادار رو نشته کردم. حرف صدادار یکی ای ای آی او و, و یو. این پنج دانه حرف صدادار با ما و شما کمک میکنه چه قسم یک حرف یک کلمات یا نام ها رو ما و شما نشته کنیم به انگلیسی. گرچه در انگلیسی ما و شما کدام قانون خاص نداریم که مثلا ای همیشه باید بالا خونده شوه یا پایین یا مثلا آی یا ای زبر خونده شوه یا زیر خونده شوه یا پیش خونده شوه کدام قانون خاص نداریم و میستون به او و یو اما برای نام نویسی ما و شما یک چند قانون داریم که برای تمام نام ها میتونیم از و اولا استفاده کنیم که بعضی قانون خاص است مثلا در جایی که ما شما زبر میخوایم یا مستقیم بالا میخوانیم میتونیم از حرف ای استفاده کنیم و در جایی که میخواییم که پایین بخوانیم پس از حرف ای و آی میتونیم استفاده کنیم و جایی که میخواییم که پیش بخوانیم میتونیم از کلمات او و یو استفاده کنیم مثلا ما شما اگر بخواییم که نام ها را نشته کنیم مثل فحیم مثلا ناصر کریم یا صابر مخاطر نشته کده نزی کلمات ما و شما از حروف صدادار استفاده میکنیم و نشته میکنیم که چه قسم کلمات نام ها را میتونیم به انگلیسی نشته کنیم اما چیزی که فراموش نان نشوه به خاطر نشته نام باید یک قاعده عمومی وجود داره که ما و شما تمام نام ها یا اشخاص را که نشته میکنیم باید حرف اولشون کلان باشه مثلا وقت فهم نشته کنیم، فی صدای ایف همیتا پس اف باید با حرف کلان نشته کنیم با حرف کلان اشترا میکنیم آل میبینیم که فی زبر خوانده از زیر خوانده یا پیش خوانده میشه چه قسم خوانده وقتی ما شما تلفظ میکنیم میخوانیم فهم یعنی فی زبر خوانده میشه پس واول را انتخاب میکنیم که اینمی اف یا فی را زبر بخونه پس از بین پنج دانه واول ما شما حرف ای داریم که اینمی ای از صدای زبر میته پس ما شما به خاطر نشتکدن فهم باید برای اف یک حرف یک واول ای بتیم تا اف از صدا برش تشکل F اف از زبر بخونه ای خوانده میشه فه نوبت هی میرسه نوبت هی که وقت رسید ما شما میفهم که هی صدای ایچ میتا در انگلیسی ایچ ای هم یا اینمی یا بر هی صدای پایین تشکیل میتا پس ما شما یک واول را نشته کنیم که بر اینمزی هی صدای پایین تشکیل میتا چون ما شما میگیم هم نمیگیم مثلا هم هم که میگیم پس میتونیم ما شما از حرف ای یا از حرف آی استفاده کنیم بعض مردم ها از ای استفاده میکنه بعض مردم ها از حرف آی استفاده میکنه در نام نو نویسی قدرزیات مشکل ندارم و شما میتونیم از ای از آی استفاده کنیم چیزی که معمول است ما شما آی میکنیم حرف آی داخرم ام نشته میکنیم میخوانده میشه فحیم. مثلا اگر ما شما نام بعدی ناصر را کنیم اگر ما شما بخوایم نام ناصر را کنیم چون نون است پس نون صدای این میکنیم. ناصر یعنی که نون بالا خونده میشه پس وقتی بالا خوانده شد یعنی که واول را نشته میکنیم که برای نمسی نون یا برای ان صدای بالا را تشکیل میده. پس ما شما میگیریم از حرفی از واول ایس استفاده میکنیم چون ده دا صدا دار است برای زی صدای بالا را تشکیل نا صدای سین صدای سی و صدای سوات اس میته پس بخاطر صدای سوات نشته میکنیم اس آلی سواد رو میبینیم که چه قسم خوانده میشه میخوانیم نا سر یعنی سواد پایین خوانده میشه وقتی پایین خوانده شد ما و شما باید از واول یک حرف را انتخاب کنیم که برای نمازی ایس صدای پایین تشکیل بده و همراه آرم جنگ بخوره پس از این خاطر ما و شما میگنیم حرف ای را نشنا میکنیم و داخل هم آر نا سر خوانده میشه نام بدی را اگه ما شما کنیم کریم کریم میبینیم که با کاف شروع میشه این صدای کر می پس میکنیم کی کلان آل که ز... یعنی کاف زبر خوانده میشه که یعنی زبر خوانده میشه پس واول رو انتخاب میکنیم که برای نمازی که صدای زبر بده پس از بین پنج دانه واول ای از که صدای زبر میده ای انتخاب میکنیم نشان میکنم که نوبتی ری میرسه در فارسی یا برش آر میگم در انگلیسی ریم یعنی که آر نشتا میکنیم و ای آر را میبینیم که پایین خوانده میشه مثلا ما شما میخوانیم ریم که ریم یعنی که یا برای ری صدای پایین تشکیل میده اینمی یا در قد صدادار است در فارسی که برای ری صدا تشکیل میده پس ما شما یک از انگلیسی از پنج حرف میمونیم تا برای آر صدا تشکیل بده میتونیم ما شما از حرف ای استفاده کنیم یا میتونیم از حرف آی استفاده کنیم مثلا از آی استفاده میکنیم و داخلش را میکنیم کریم یا با اگر بخوایم نام نشرا کنیم سابر صابر با چون سا... سواد پس صدای اس میته پس اس رو میکنیم صابر یعنی که سواد بالا خوانده میشه وقتی بالا خوانده شد الف در فارسی الف یعنی صدای بالا تشکیل میده یعنی صدادار دا صدادار صدا دار است در فارسی الف صدا دار است که برای سواد صدا تشکیل میده پس ما شما از صدا دار اینجا یک صددار استفاده میکنیم که باید صدای بالا را تشکیل بده پس ای را میکنیم سا نوبت ب میره در فارسی یا برایش در انگلیسی نشتا میکنیم بیر بی پس اینمی بی را میبینیم که چه قسم خوانده میشه آیا مثلا بی زبر خوانده میشه یا پایین خوانده مثلا بر نمیگیم بیر میگیم صابر پس صابر یعنی که یک حرف یا واول را نشته کنیم که برای نمازی حرفی بی صدای پایین جور کنه پس از بین از این پایین واول یا میتونیم این نشته کنیم یا آی چیزی که معمول است مردم این نشته میکنه و داخرم حرفی آر یس کلمات ساده است که ما شما به خاطر میتونیم از ای واولا استفاده کنیم نامایی را که ما شما اگر بخوایم نشته کنیم که با الف شروع شده باشم مثلا نام داشته باشیم امید نام داشته باشیم ابراهیم یا نام داشته باشیم اسماعیل نام هایی که با الف شروع میشه متفاوت است مثلا در صورتی که ما شما نام را نشته میکنیم که الف باشه و الف پیش خونده شد مثلا در فرصه میبینیم نام امید الف پیش خونده میشه وقتی که در نام نویسی الف پیش خونه شد ما شما در انگلیسی باید از حرف او استفاده کنیم یک صدادار او مثلا امید یا ام البنین ما شما چون این حرف الف است پس ما میگیرم از او استفاده میکنم او حرف صدادار او یعنی که خودش پیش خونه میشه او نوبت میم میرسه یک ام نشته میکنم و ام ده اینجا ما شما میبینیم که ام پای میم پایین خوانده میشه امید وقتی ما شما امید تلفظ میکنیم میم پایین خوانده میشه یعنی یا در فارسی صدادار است که برای ام یا برای میم صدای پایین جور میکنه پس ما و شما از واول خود یک حرف را میگیریم که برای اینمزی ام صدای پایین جور کنه پس در اینجا ما و شما انتخاب میکنیم حرف آی میتونیم حرف ای انتخاب کنیم مشکل نداره اما چیزی که معمول است امید پس آی نشتا میکنه و آخرش چون اینمی ای ام یا میم با دال جنگ میخره پس ما و شما نشتا میکنیم امید یک حرف دی این خانده امید پس این نامی بود که با الف شروع میشه ما باید از او استفاده کنیم اگر نام باشه که با الف شروع شود اما پایین خوانده شود مثلا ابراهیم الف پایین خوانده میشه نامایی که با الف شروع میشه و پایین خوانده میشه این مردم با سیستم استفاده میکنن میتونن از ای استفاده کنن مثلا ای نوشته کنن نوشته کنن به خاطر که صدای الف تشکیل بده و اینمی الف امرای بی جنگ میخوره که ما شما در انگلیسی نوشته میکنیم بی ای با نوبتی ر میرسه پس ما شما انگلیسی باید آر نوشته کنیم ای ر را بالا می خوانم یعنی صدای بالا رو برش تشکیل می را ابرا یعنی برای ای آر یک صدا داری بانیم که صدای بالا رو تشکیل می پس ما شما از حرف ای استفاده میکنیم ابرا نوبت هی می رسه هی دو چشمه پس ما شما می هیم یعنی که هی را صدای ایچ می تا ایچ نوشتا بکنیم پس اینی هیم یعنی یا بر ایچ صدا ای پایین می تا ما شما ما صدا دار. یک صدا دار را می گیریم که صدای پایین بتا مثلا ای صدای بالا یا زبر میتونه پسیر ایر ما شما انتخاب کرده نمیتونیم اما از ای و آی میتونیم استفاده کنیم پس چیزی که معمول است آی نشته میکنه و داخلیم چون با میم جنگ میخوره ابراهیم پس ام نشته میکنه و یا همچنان چون الف از اسم مره اسم را که ما شما نشته میکنیم با الف شروع شده و صدای پایین میتونه ما شما میتونیم با این نشته کنیم مثلا ایران را نشته کنیم و دیگه حروفاش خودشان نشته کنیم ابراهیم یا همچنان بعضی می میبینیم که ابراهیم با آیم نشتا میکنن پس میتونیم با آی شروع کنیم مثلا نشتا کنیم ابراهیم پس نام هایی که با الف دول خود داره و الف صدای پایین میته پس ما شما میتونیم با ای با ای و با آی نشتا کنیم و چیزی که زیاد معمول است مردم از زیاد با ای یا با حرفی ای نشتا میکنن مثلا اگر بخوایم نام اسماعیل نشتا کنیم اسماعیل هم الف علیف داره الف پایین خونده میشه پس ما و شما نشنا میتونیم اسماعیل اسماعیل میتونیم از ای ای یا آی کار بگیریم و ما چیزی که معمول است در اسماعیل زیاد مردم نوشته میکنه از حرف ایست استفاده میکنه پس برای نشنا حرف نام اسماعیل از حرف ایست استفاده میکنیم ای وقت پایین خونده شد ای خودش صدا است پس خودش نوشته میکنیم یعنی دیگه کدام صدا دیگه وجود نداره تا برای ای صدا تشکیل بده ای رو نشنا میکنیم به خاطر سین ما شما از حرف اس استفاده میکنیم اس یعنی با اس جنگ میتیم اس نوبت میم برسه پس ام نوشته میکنیم ما باید برای این مزی میم یا برای این مزی ام یک صدا دار را کنیم که صدای بالا تشکیل بده از خاطر ما نوشته میکنیم ای عالم داخل اسم ما ایل یعنی که ای این عین یا جنگ میخره همراه لام یک جای خونده میشه اسم ما ایل پس به خاطر نمزو عینش ما اینجا ای و ال نشته میکنیم اسم این نامایی است که با الف شروع شده باشه. اول ما شما نامای رو نشته میکنیم. این ناما رو پاک میکنیم. نامای رو نشته میکنیم که با عین شروع شده باشه چون رابطه الف با عین در فارسی بسیار نزدیک است. یعنی اردوشون یک صدا تشکیل میده. پس ما شما ببین مشته کنیم که نامهایی که با عین شروع میشه چخصه نشته کنیم. خب اینجا ما یک چند ناما رو که با عین شروع میشه مثلا عادل اسمت یا عالم. اگر ما شما بخوایم که عادل نوشته کنیم صد الف یعنی که عین است پس این صدای بالا را تشکیل میده عادل پس ما شما میتونیم از حرف ای استفاده کنیم در قسمت نام نوشته حروف ها یا کلماتی که نام هایی که با عین شروع میشن مثلا عادل در اینجا در عادل ما شما نمیتونیم از ای یا مثلا از آی استفاده کنیم فقط باید از ای استفاده کنیم عادل پس ایر خودشان رو بکره در فارسی اینجا است این و الف آ خونده میشه اما در انگلیسی فقط اینمی یک ایره که نشته کردیم یعنی به مساوی از است که عین و الف خونده شد چون ا در ذات خود صدا دار است پس برای خود صدا تشکر میده خونده میشه آ نوبتی دال میرسه یعنی که در فارسی اینجا الف بود اما اینجا واول ما شما چیز نشته نکردیم چون خود ای کفایت از این همی این و الف است پس نوبتی دی میرسه دال میرسه ما شما حرف دی رو نشته میکنیم آ دل آل دال پایین خوانده میشه وقتی پایین خوانده شد دو اول را انتخاب میکنیم که صدای پایین بته. و خاطر از میتونیم از ای یا از آ استفاده کنیم ما اینجا از ای استفاده میکنیم و داخل صدای لام رو میکنیم ال عادل اگر نشه کنم اسمت اسمت پس این با این شروع شده اما اگر زبر می بود یعنی زبر خوانده می شد پس ما شما می از حرف ای استفاده می کریم. اما اینجا این پایین خوانده می اسمت یعنی ای پای... این این پایین یعنی عین پایین خوانده می شه که سواد جنگ می خورد. پس ما باید از حرف ای استفاده کنم نمیتونم از حرف ای استفاده کنم یعنی دی چیزا مشابه سه نام هایی که با عین یا با الف شروع میشن اگر مثلا اینمی زبر خونده شد پس از ای استفاده میکنیم به عین به قسم الف است و اگر اینمی عین مثلا اسمت نام اسمت وقتی نشا کنیم عین پایین خونده میشه پس از حرف ای استفاده میکنیم صدای سوات هم اس میتن میکنیم اس نوبتی میم میرسه پس ما در انگلیسی نشا میکنیم ام پس اینمی میم باید زبر خوانده شد چون ما و شما تلفظ فارسی چی میگیم که اسم مت یعنی میم زبر خوانده میشه امرای تی جنگ میخوره پس ما واول را باید نشرا کنم که برای نماز حرف ایم ای ما صدای زبر تشکیل بده پس واول ای را میگیرم و داخل هم میکنیم میکنم تی اسم مت چون با تی جنگ میخوره اگر نشرا کنم عالم عالم یعنی خودش عین است عین بالا خوانده میشه پس من نمیتونم از حرف ای استفاده کنم باید از حرف ا استفاده کنم اینو شما میکنم اینمی می ای نمی اه ای مادل است به عین و الف آ چون خود ای در ذات خود صدا داره صدای بالا رو تشکیل میده برای خود آ خوانده میشه لیم نوبت لام میرسه لام نوشته میکنم یک حرف ال و بعد از لام باید ما شما یک واول رو نشرا کنیم که صدای پایین تشکیل بده چون ما شما در فارسی میخوانیم یعنی که برای لام پایین میخوایم لام ز... لام پایین میخوایم که دیمیم جنگ میتیم پس از واول یک دانه رو میگیریم مثلا که ای یا آی استفاده میکنیم تا برای نمی حرف ال صدای پایین تشکیل بده پس ما شما میتونیم از ای استفاده کنیم یا میتونیم از آی استفاده کنیم و داخلم نشرا کنیم ام که خواندمشه عالی. پس این نام هایی بود که ما شما از حرف الف و با حرف عین شروع میکنیم خال در قسمت شاگردان نهایت عزیز با شما میم نام های را نشتر میکنیم که تشدید داشته باشن اگر بخوایم نام هایی که در دا تشدید دار است کنیم در انگلیسی چه کنیم پس بین ما شما در بزنیم در قد نام هایی که تشدید داره کلمات عربی هستند مثلا اگر نشتر کنیم الله الف است الف زبر خونده میشه نام های الف دار ما و شما نشته کرده بودیم و هم الله الف دار زبر خوانده بشه پس ما شما میگیریم از حرف ای استفاده میکنیم اینمی لام چون تشدید داره پس ما ایل دو, دو چند نشته میکنیم یعنی که لام باید دو دانه نشته کنم پس نشته میکنم دو دانه ال پس اینمی لا یعنی که صدای بالا رو بتا پس یک حرف ای نشته میکنیم که برای لام صدای بالا رو تشکیل بده و داخل چون یک کلمه انگلیسی است ببخشن کلمه عربی از ما شما در انگلیسی وقت بخیر مشتقیم الله یعنی که هیر تلفظ میکنیم در انگلی در زبان عربی پس به خاطر از اون ما شما داخل آخر میکنیم اچ الله اگر نشتا کنیم کلمه نام محمد پس محمد با میم شروع شده ما شما نشنا میکنیم از حرف ام آل میم پیش خونده میشه да баъзи китобо масала инами чун пеш хонда меша бо ӯ нушра мекуна ва баъзи о бо u нушра мекуна мушклнесه мо шумо метонем масала бо ӯ нушра кунем м ҳ нوбати ҳе мераса мо шумо нушра мекуем чун h садои ҳрамета мумд ина мбиим и бар ه hey, باید ما شما یک صدا نشته کنیم که زبر خونده شد پس یک ای نشته میکنیم تا برسیم به قسمت میم میمی که تشدید داره چون میم تشدید داره یعنی خاصت شی است که یک دفعه ه با میم جنگ میخره باز میم با دال جنگ میخره مو با هم باز خونده میشه مد پس جایی که تشدید داره مثل الله که لا میشه ما و شما تشدید داشت دبل ال نشته کردیم در اینجا هم چون میم تشدید داره باید دبل ام نشته دو دونه ام نشته کنیم پس ما و شما نشته میکنیم دو دونه ام محمد باز اینه میمیم زبر خونده اگر یک حرف ای میتیم تا برای ام صدای زبر تشکیل بطه و, و داخل هم حرف دی محمد آل میبینیم که ای پیش خونده میشه محمد H زبر خانه میشه یک ام جنگ میخوام محمد M دیگه زبر خانه میشه امروی دی جنگ میخوام محمد مرت. حالا اگر ما شما رو کنیم عباس عباس یک نامی است که با این شروع شده پس ما شما میتونیم از واول A استفاده کنیم چون زبر خانه میشه در اینجا متوجه باشین که عباس مردم دو قسم نشنا میکنن اگر تلفظ عربی باشه این یک کلمه عربی باشه ما شما سری این بالای ب تشدید داریم پس باید بیره دو چند نشته کنیم اگر کلمه بسیار ساده تلفظ کنیم یعنی فارسی تلفظ کنیم عباس پس بیره یک دانه نشته میکنیم حال توجه کنین ما شما نشته میکنین عباس بیره اگر کلمه انگلیسی باشه چون تشدید داره بیره دو چند نشته میکنیم دبل میکنیم دو دانه بی میکنیم یک ای نشته میکنیم که برای بی عددهای بالا تشکیل بده خانم عباس داخل یک اس یا میتونم مردم به سیستم عباس نشته کنه حرف ای یعنی برای عین و یک دونه بی نوشته کنه چون به سیستم فارسی اگر بخونه پس یک این نوشته میگن داخل هم اسی خاندامش عباس اگر بخوایم که نوشته کنیم حسین حسین هم حرف سین بالای خود تشدید داره پس ما و شما باید اس دو چند نوشته کنیم مثلا اگر حسین نوشته کنیم ایچ میکنیم تا ایچ صدای پیش شود پس از میتونیم از او استفاده کنیم یا از یو از هر دو سیستم مردم نام, نام حسین نوشته میکنه یا حسن نوشته میکنه پس اما در اینجا چیزی که معمول زیاد مردم نوشته میکنه حرفی یوسته وقتی یو رو نوشته کنیم در قد یو برای ایچ صدای پیش میته نوبت میرسه به سین سین میبینیم که تشدید داره پس سین ما شما دو چند نوشته میکنیم حسین نوشته میکنه ای آی این چرا ما شما ای آی این نوشته میکنیم در نام های بدی رو شما تشریح میکنیم آل ما و شما بجوز از نامایی که تشدید داره نامهایی رو نشنا میکنیم که مثلا الله داخل خود داشته باشه مثلا نام است رحمت الله این را چه نشته کنیم رحمت الله رو ما و شما میکنیم صدای ر را نشنا میکنیم آر این را زبر میخوایم رح با هی جنگ میخونه پس ما اچ نشنا میکنم رحمت الله صدای میم را نشنا میکنیم ام میم میکنیم. ما شما زبر میخوایم ما مت رحمت پس برای ام یک صدا دار میمونم که صدای زبر بت از پنج جان صدا دار میبینین که حرف ای صدای زبر میتا پس نشون میکم ای برای میم صدای زبر بت داخلم نشون میگم دی تی. وقتی تینو شکه میخونده میشه در قد رحمت پس ما میخوایم نامای رو کنیم که با الله جنگ میخوره اگر بخوایم نامای رو کنیم که داخل خود الله داشته باشه پس ما و شما به چی ستون کنیم تا قسمت ازیر نشون کنیم رحمت شد پس اگر بخوایم رحمت الله نشون کنیم پس اینالی ما شما میگیریم یک حرف را صدادار را نشته میکنیم تا تیره یا تیره صدای پیش بخونم پس از کدام واول نشته کنیم میتونیم از واول او و یو استفاده کنیم که اردوش صدای پیش میته اما چیزی که معمول است در نام هایی که در آخر خود الله داره فقط و فقط از یو استفاده میشه پس ما شما نشته میکنیم رحمت الله چون الله را نشته کرده تشرید داره یعنی لام پس لام یا الیش دو آخر هم نشته میکنیم و داخر هم اچ میتیم چون رحمت الله خانده شد اگر و سیستم فارسی نوشته کنیم میشه که ایچ شاپاک کنیم فقط ای نوشته کنیم رحمت الله اما اگر به سیستم عربی تلفظ کنیم پس ایچ نوشته میکنیم رحمت الله به می سیستم حمید الله وقت نوشته کنیم صدای حیره H میتن نوشته میکنیم ح مید الله ح یعنی ای برای ایچ صدای زبر تشکیل داد نوبتی میرسه به میم میم نوشته میکنیم ام حمی یعنی که میم پایین خوانده میشه پس واول رو نشون میکنیم که صدای پایین بده من اینجا آ انتخاب کردم الله. داخل را اگر نشه کنیم دی این خانده میشه حمید یا حامید حمید آل میخواییم با داخلش الله را نشه کنیم پس به خاطر که حمید الله نشه کنیم پس بازم ما شما میگیریم از حرف یو دبل ال ای حمید الله استفاده کنیم یا اگر بخویم صفت الله نشه کنیم خود صفت مثلا نشه میکنیم اس صدای سوات میته صفت این سوات پایین خانده میشه پس واول را نشه میکنیم که پایین خانده شد انتخاب میکنیم حرف ای سی ف الله نوبت فی مرسه پس نشان میکنم اف سی ف فی زبر خانده میشه ف پس یک واول رو نشان کنیم که اینمی اف صدای زبر بتا این نشان میکنم سی ف تو سی فت. اگر فقط یک تی به خاطر اینمی حرف تی یک چیز اضافه کنیم خانده میشه سی فت سی فت الله رو نشان کنیم باز از این نمیزی قانون استفاده میکنیم که یو دبل ال ای ایچ استفاده میکنیم این نام هایی است که ما شما نام هایی که تشدید داره و نام هایی که در آخر خود الله داره ما شما به ایستون نشته میکنیم خب دوستان نهایت عزیز حال ما شما بعضی نام های دیگه است که نشته میکنیم این نام ها طوری است که مثلا نشته که نام را میسم میم همراه یا جنگ میخوره زبر خونده میشه میم یاز بر می خونده میشه می باز میخونیم سم <coughs> یا مثلا زینب ز امرای یا جنگ میخوره و زبر خانمش زیاز بر زی پس میخوایم نام های را نشتر کنیم که آنما حرف با یا جنگ بخوره و از زبر خانده شد قسم نشتر کنیم پس بخاطر نشتر کردن میسم ما شما میکنیم حرف <تصفح> اول چون میم است پس نشتر میکنیم ایم آل میم همرای یا جنگ میخوره میم یاز بر مای خانده میشه می پس ما شما نشتر میکنیم ای آی پس جایی که حرفا حرفی باشه که با یا جنگ بخوره و اونم حرف صبر خوانده شوه پس شما او را ای, آی نوشتم میکنیم می نوبت سه مرسه اس اس نوشتم میکنیم و اس زبر میتیم با ام جنگ میذیم میسم یا نامه را نوشتن مثلا زینب زینب ذ زی امرای یا جنگ میخوره و اینمی ذ زبر خونده میشه پس باز شما زین زید نوشتم میکنیم که صوای ذره بتا و این ذ امرای یا جنگ میخوره پس جایی که یک حرف باشه و همراه یا جنگ بخوره زبر خونده شود پس ما شما از ای آی استفاده میکنیم زی باز نشته میکنیم نوبتی نون میرسه این نشته میکنیم و این زبر بخونه نپ چون نون زبر خونده میشه حرف ای نشته کردیم داخلم B بی یعنی که زینب نام لیلا رو نشتا کنیم لیلا. لیلا یعنی که لام امرای یا جنگ بخوره زبر خونده میشه پس از اون خاطر ما شما نشته میکنیم ال ال کلان که دیا جنگ میخوره پس ای آی نوشنا میکنیم و داخلم لا لا میانه که صدای ل... ایلا بتا اینم ایل صدای لا بتا و داخلم یک حرف ای لیلا زین الله اگر کنیم با زیت شروع میکنیم بازم زی همراه یا جنگ میخوره زبر خونده میشه زی از بر زی خونده میشه پس ما شما نوشنا میکنیم زی بعد از او یک حرف ای آی نوشنا میکنیم <coughs> نوبت نون میرسه پس ما شما نشنا میکیم این زین الله نام هایی را نشته کردیم که با داخل خود الله داشته باشه پس ما شما میکنیم و نموزو قانون سابق قصفه میکیم یو دول ال ای اچ ای خانه زین الله و اینجا میبینیم بعضی نام های دیگه است که مثل رازیه رازیه اینجا مثلا اگر نام داشته باشیم که یا و هی داخل کلمات باشه این را چه قسم نشته کنیم کلماتی که یا و ه داخل کلمات داره اسمایی که یا و ه داره پس ما شما برعکس اون اینجا ای اینو شکل مونجا آی اینو میکنیم آی ای مثلا اگه بخوایم رازیه نو کنیم <تصفح> پس حرف اول آر نو میکنیم این ر بالا خونده میشه به خاطری اون الفش ما شما اینجا یک صدا دار نو میکنیم که آر بالا بخونیم مثلا اینو شتا میکنیم را زیه زیه یعنی که یا داره داخلش هسه یا ایتا بگویم که کلماتی که اینجا قبل از یا قرار داره همرا یا جنگ میخوره و یا خودش زبر خوانده میشه رازی یا خودش زبر خوانده میشه اما در اینجا مثلا نشنا که میسم میم همرا یا جنگ میخورد اما یا خودش خوانده نمیشد می خوانده میشد ما شما ای آی میدادیم و نامایی که مثلا یک حرف باشه همرا یا جنگ بخوره و یا خودش زبر خوانده شه، او را نشنا میکنیم آی ای برعکس از اینجا نشنا میکنیم ای آی ای را نشنا میکنیم ای راضیه یا مثلا نگه نوشته کنیم مرزیه پس به ایستون روشنه کنیم مرزیه داخلش باز با, با مستون راضیه مرزیه سه آی این روشنه میکنیم یا اگه کنیم سومیه با اس شروع میکنیم سو نوبت میم میرسه ام نوشته میکنیم میه آی این میکنم اگه نوشته کنیم حدیه با H شروع میکنم H از زبر میکنم هدیه دال و داخلم هدیه آی این روشنه میکنم یه از نام است که یک حرف باشه با یا جنگ بخوره خود حرف زبر خوانده یا خوانده نشود و نامهایی است که با حرف با یا جنگ بخوره و یا خودش زبر خوانده شوه به اون نام های مثل میسم ای آی میکنیم نام های مثل رازیه آی ای نوشتا میکنیم حال بعضی تخلص ها رو نوشتا میکنیم که در انگلیسی چه قسم میشه مثلا اگر بخوایم احمدی نوشتا کنیم این نام رو ما شما کار کردیم که نامهایی که با الف شروع میشه باز چون اینجا حرف الف داره پس الف زبر خوانده میشه ما شما میتونیم از واول ای استفاده کنیم احمدی با اچ نشته میکنم احم همراه اچ جنگ خورد پس اچ نشته کردم نوبت میم میرسه ام نشته کردم ما میم زبر خوانده میشه واول ای نشته کردم مدی آخر دی این, این قسمت فقط در تخلص ها میخوایم این قسمت آخره دیگه شده نام نو نویسی کار کردیم این, این قسمت آخره که ما شما میگیم محمدی محمدی این, این یا را چه قسم نشته کنیم در سابق که بود مردم با وای نشته میکردن هم فعلا چیزی که معمول است به جای نمازی وای میگیرن از آی استفاده میکنن مشکل نداره ما شما اگر با وای نشته کنیم من غلط نیستم و چیزی که معمول است امروزه فعلا به جای وای است کلمه از حرف آی استفاده میکنن اگر نشته محمدی محمدی رو به مثل صادق اول محمد نشته میکنیم داخلش فقط یک حرف آی محمدی صادقی اگر نشته کنیم اول صادق نشته میکنیم فقط یک حرف آی اضافه میکنیم اگر رضایی نشته کنیم اول ریسا نشته میکنیم ریزا رضایی چون اینجا دو دونه یاد آخر داریم این ما شما میتونیم دو دونه دو حرف ای اینجا اضافه کنیم اما مردم ها بسیار متفاوت نشته میکنه بعضی مثلا رضایی را به ایستو نشته یک اینو شما میکنه یک آینو شما میکنه میتونیم ما شما چون به مو سیستم گرامریش اما به خاطر دو یا که دارد دو دونه اینو که کفایت میکنه پس از نام های ریزایی و تخلص هاست که ما شما میتونیم چه قسم نوشته کنیم مثلا اگر بخوایم سید نوشته کنیم سید با سین است پس اس نشتر میکنم در سابق که بود مردم سید با اسم میگه س سید اینجا یا پایین خونده میشه پس خود وای اینجا نوشته میکنیم که صدای یا را بته و این نوشته میکنیم که برای یا صدای پایین جور کنه سید داخل ج. اما فعلا بعض مردم ها با این سوم نوشته میکنن سید فقط یک آی میتا ای برای اس صدای زبر میتا یعنی می آی مربوط میشه به یا که نوشته میکنه سید به اسم میتونیم به اسم نوشته کنیم سید میتونیم نوشته کنیم به سید